لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. برادري عزيز، در درس گذشته ما در دو محور بحث داشتیم. یکی راجع به ویژگی های قرآن یا خصائص قرآن کریم، که قرآن کتاب الله است، قرآن کتاب مسئول و محفوظ الهی است و قرآن کریم معجزه جاوید آن حضرت صلی الله علیه و سلم است و قرآن کریم کتاب آسان است که الله جل جلاله جهت هدایت بشریت فرستاده است و قرآن کریم مرجع و مأخذ و دایرة المعارف به تمام شؤون حیات مادی و معنوی ما، دینی و مادی ما شما را از اونجا میگیریم. و بخش دوم بحث ما راجع به مقاصد و اهداف قرآن کریم بود که قرآن کریم نازل شده تا اصلاح عقیده انسان را بکند. قرآن کریم نازل شده است تا انسانها را خانوادی سالم و صالح برش نصیب بکنه. قرآن کریم نازل شده تا انسان را طهارت و پاکی در مادی و معنوی نصیب بگرداند. و قرآن نازل شده به ای که جامعه نمونه را برای بشریت تقدیم بکند. بنابراین بحثی که دیروز وعده شده بود راجع به توحید الله جل جلاله و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و زندگی بعد از مرگ بود. باز هم کوشش خواهد کردیم که اگر هر دو مباحث را پیش کردیم خوب، ورنه سر یک موضوعش باز هم امروز تمرکز بیشتر خواهیم کرد. پوشیده نیست که سعادت انسان در دنیا و آخرت موقوف است به سلامت فکری از او. هرگاه انسان از نظر فکر، یعنی از نظر عقیده سالم باشد، در حقیقت به اساس فکرش آخرت در آخرت هم مسئول می شود از عذاب الله جل جلاله و در دنیا هم مسئول می شود از عذاب خداوند متعال. و به اساس عزیز که صحت عقیده، صحت فکر در محور اساسی قرآن کریم قرار دارد و این کتاب با تمام جوانب سعی می کند تا انسان را از خطا و لغزش فکری نجات بدهد. اما چیزی که فکر را اصلاح می کند و صحت فکر را به اصلاح عنوان می دهد، ما او را به عنوان ایمان می شناسیم. یعنی وقتی که میگم فلان نفر مؤمن است، یعنی معنای است که از نظر فکر و از نظر عقیده این نفر مسئول است، این نفر سالم است، این نفر را خداوند متعال پاداش در رابطه به اعمالش در دنیا و آخرت می دهد. بنابراین ایمان چیست؟ ایمان کلمه است که از امن گرفته شده است و به معنای تصدیق و باور جازم و محکم است. در اصطلاح اگر از تعریفهای دیگه بگذاریم، تعریفی را به کار ببندیم که رسول کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث جبرائیل امین علیه السلام برای ما شما معرفی کرده. روز پیامبر علیه السلام در محضر از اصحابش نشسته بود، ناگهان مرد داخل شد که کالای سفید بتن داشت، ریش و موی سیاه داشت، اثر از سفر در وجودش دیده نمی شد. بعد سلام انداخت و روبروی پیغمبر علیه السلام زانو زد. زانوهای خود به زانوهای پیغمبر علیه السلام چسبان، با یک تعبیر دستای خود را بر زانوی پیغمبر علیه السلام گذاشت و با تعبیر دیگری بر زانوی خودش گذاشت. بعد از او چند سوالا کرد
از جمله سوالایش یک سوال همی بود که اخبرنی عن الایمان، یا رسول الله مرا از ایمان خبر بده که همی ایمان چی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام برش فرمود که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان است که تو باور داشته باشی، یقین محکم و جازم داشته باشی به وحدانیت الله جل جلاله، به ملائکه الله جل جلاله، به کتابای الله جل جلاله، به پیغمبران الله جل جلاله و به روز آخرت، و این که خیر و شر از طرف الله جل جلاله تعیین می شود. اینی را ایمان میگیم. بنا ان فهم از این شش چیز از جمله ضروری ترین مسائل است که یک مسلمان او را باید یاد داشته باشد و با او علم باید داشته باشد و مطابق به مو معیارهای علمی زندگی خود را باید نقش ببندد و به زندگی عملی خود باید شروع بکند. این اساس است که الله جل جلاله برای مسلمان های ارشاد میکند که فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبود بر حق جز الله جل جلاله. الله کلمه است که اسم عالم است به ذات واجب الوجود، و از معانی الله یکی هم معبود بالحق است، ذاتی که به حق ستایش و پرستش کرده می شود. معنای دیگر الله ذاتی که حاجتهای مخلوق را روا می دارد. معنای دیگر الله ذاتی که عظمت شأن از او همه مخلوقات را متحیر ساخته است، همه مخلوقات را، هم ملائکه، هم پیغمبران و هم دیگه مردم. چنان ذات عظیم است که مخلوق متحیر است در عظمت است. حالا ببینیم که وقتی که این معناها را گرفتیم، چگونگی ایمان به الله جل جلاله از ما چند نکته را میخواهد. یعنی ای که الله جل جلاله که حاجت روای مخلوقات است، معبود بالحق است، او باید تنها عبادت کرده شود، یک اساس. او باید یکا و یگانه در افعال خود گردانیده شود و آن صفات و اسمایی که او تعالی برای خود انتخاب کرده و یا رسول کریم صلی الله علیه و سلم او را بیان داشته، با او باید ایمان داشته باشیم و تصدیق بکنیم. با این اساس توحید و یگانگی الله جل جلاله علما تقسیم کرده به سه نوع. علمای متأخر تقسیم کرده توحید الله جل جلاله را به چهار قسم. اگر به سلف خود برویم، پس میگیم توحید الله جل جلاله یکی توحید ربوبیت است، یکی توحید الوهیت است، یکی توحید اسما و صفات است، و یکی هم توحید که علمای متأخرین میگه توحید در تشریع و قانون است. ربوبیت الله جل جلاله، ربوبیت مصدر فعل ربابه ماخوذ از رب است و کلمه رب به معنای مالک، به معنای سید و آقا و به معنای مصلح آمده است. در قرآن کریم این کلمه رب نسبت به همه کلمه ها بیشتر تکرار شده. در نماز ها هم ما این کلمه را بیشتر تکرار میکنیم. الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ببین چقدر تکرار می شود. و در قبر هم که گذاشته می شویم، اولین پرسانی که از ما صورت می گیرد امی می شود که من ربک، پروردگارت کیست، آقایت کیست، مصلح امورت کیست و مالکت کیست. این را پرسان می از بس که ما تکرار کردیم این موضوع را، به شأن یک مسلمان است که این را باید بداند و درک بکند. بنان اصطلاحا همان واحد گردانیدن الله جل جلاله در افعالش است. یعنی معنای توحید و ربوبیت است که الله جل جلاله در افعالش واحد و یگانه قرار بده. به این معنا که مرگ و زندگی از آن الله است. و این معنا که عطا و بخشش تنها و تنها الله میکنه، مرض و صحت را تنها الله جل جلاله میدهد، عزت و ذلت را
تنها و تنها الله جل جلاله میدهد. ارگاه ما ای افعال را در ای افعال الله را واحد لا شریک یکه و یگانه بدانیم، در حقیقت ما معتقد به توحید ربوبیت است، ما مؤمن هستیم به توحید ربوبیت. ارگاه خدا نخواسته، خدا نخواسته ای افعال الهی را و کسی دیگر نسبت بدیم، در حقیقت نقص است در توحید ربوبیت. در حقیقت توحید ربوبیت را ما شکستنده. الله جل جلاله در جاهای متعدد ما شما را فرا میخواند به اینکه ایمان به توحید ربوبیت داشته باشیم. الله میفرماید خلق السماوات بغیر عمد، الله آن ذات عظیم است که آسمان ها را بدون ستون آفریده. ترونها که میبینیش، یک بار نظاره بکن. و القا فی الارض رواسیا، باز در زمین کوها را انداخته است. ان تمید بکم، بخاطر از که شور ندهد شما را. و بث فیها من کل دابه، و باز گسترش داده، تیت کرده در امی دنیا بخاطر منفعت ما شما از هر نوع جنبندگان را. و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب را نازل کرده. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، پس رویانیدیم به واسطه از آب از هر نوع میوه و از هر جنسش بسیار گوارا گوارا. در این آیت دقت به خرج بدین، همش افعال است، همش افعال است. آفرینش آسمان و زمین را الله میگه ایره ما کرده، خلق السماوات والارض بغیر عمد. هیچ کسی در اینجا و در بیرون حتی در مشرکین پرسان بکنه که آسمان و زمین را کی آفریده، میگه الله آفریده. توحید ربوبیت امیست. کوها را در زمین کی شانده؟ ایره الله شانده. ای گلهای متنوع و میوه‌های متنوع و درختان متنوع را کی آفریده؟ الله آفریده. آب را از آسمان کی نازل میکنه؟ الله نازلش میکنه. اعتقاد به این که در این نظام هیچ کسی دیگری دخل نداره در این آفرینش، این میگم توحید ربوبیت. هذا خلق الله، این همه آنچه که شما به چشمتان میبینید، به دستت لمس میکنی، به فکر و تعقلت او را در میابی، هذا خلق الله، همش هسته کرده های الله جل جلاله است. در طول الله پیدا کرد. فارونی، پس نشان بدید برای ما، ماذا خلق الذين من دونه، آنچه که غیر خدا آفریده چیست؟ یک بار نشان بدید آنچه که غیر خدا آفریده چیست؟ این چیزی نیست مگر که خالقش الله است. پس وقتی که ما به این اعتقاد پیدا کردیم، اعتقادی که خدا نخواسته چیز دیگری را داخل بتیم، در حقیقت در ظلم فرو رفتیم. بلی الظالمون فی ضلال مبین، بلکه ستمگاران در گمراهی روشن به سر میبرند که الله جل جلاله کل نظام را خودش آفریده. پس اعتقاد به آفرینش الله جل جلاله در افعالش، این را میگم توحید ربوبیت. عقل ما شما به این دلیل است که خداوند معتاد در افعالش واحد ولا شریک است، هیچ کسی به الله جل جلاله کمک نکرده و کمک نمیکند. عقل میره میگوید ببینید یک سلسله دلائل ما شما در وجود خود داریم که او را به آیات انفس تعبیر میشود و قرآن کریم ما شما را به او فرا میخواند. و فی انفسهم افلا یبصرون، ما دلائل در اثبات توحید و ربوبیت در وجود نفس خودشان گذاشتیم، آیا او را نمی بینن؟ متوجه نیستن؟ فکر باید بکنن چی عجیب دلائلی است الله جل جلال برای ما شما پیدا کرده. در وجود خود کمک دقت به خرج بدیم. یک لقمه نان می خوریم، گوشت از او جور می شود، استخوان از او جور می شود، خون از او جور می شود، موی از او جور می شود، پوست از او جور می شود، ناخون از او جور می شود. این کل یک لقمه نان کار می کند. هرگاه ما اگر چنین فابریکه ای را بسازیم، اول خو یک لقمه نان دو لقمه نان تجزیه کرده نمیتونن. اگر بلفرض تجزیه بکند، باور بکن باید یک دمترک در مابین یک کاسهش بندازی که تجزیه صورت بگیره. ولی یک میده بسیار کوچکی را الله آفریده و این کل کار را میکند. بنابراین میشد که کسی بگه که این چینل و این ماشین خودش دور میخورد؟ از طرف دیگری ببینیم
این هم مهم است و این هم مهم است، دراز می شود. همیشه پیش سلمان میریم، خود ما جورش میکنیم. این هم مهم است، دراز می شود، ولی این دراز نمی شود. چرا؟ به این کی گفته که دراز نشود؟ ارگاه ببرویتان متوجه شدن، بعد می فهمین که یک کسی اصل برش گفته که موی از این پلکایت، از این ابروهایت باید دراز نشود. پس کسی که اینی فرمان را داده الله هست، واحد ولا شریک است. این سلطه و این قدرت را برای کسی دیگری واگذار نکرده که تو متصرف موی فلان کس است، که او را بگو دراز شو، او را بگو دراز نشو. این پیش الله تعلق دارد. زندگی ما شما را آفریده، خلقت عجیبی آفریده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقت. ای انسان، چی چیز تو را فریفته ساخته از بذات گرامی، بذات کریم؟ کریم ذاتی که عطایش بدون از اینکه تو بخوای برات میدهد. ما تو این چیز را نخواستیم، الله با ما تو داده. الذی خلقك، آن ذات عظیمی که آفریده است تو را. فعدلک، بعد از با دو دعاو سر برات داده. فصواک، در اعضای که دراز که کوتاه نیست، یک چشم یک میلی کلان میبود بدرنگ میشود، یک گوشت یک میلی کلان می بود بدرنگ می شودی، یک پایت میلی تفاوت می کرد کش کش را می رفت. الله تعادل را انداخت، استوار الله داد. فعدل فسوا فی ای صورت ما شاء رکبک، با هر طوری که او می خواست پیدایت می کرد. کسی دیگری دخل ندارد، کسی دیگری حق تصرف ندارد، کسی دیگری امر و نهی را در وجودت کرده نمی تواند. این را میگم توحید ربوبیت که عقل بر این دلیل است. دوم از نشانه ها را ما میبینیم بر اثبات توحید از نظر عقلی، کل کائنات است. همه کائنات دلیل بر است که الله جل جلاله در افعالش، یعنی در توحید و ربوبیتش، واحد ولا شریک است. الله میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق، زود است که ما نشان بدیم دلائل قدرت خود را، دلائل وحدانیت خود را. فی الافاق، در کناره های آسمان ها، و فی انفسیم، در وجود خودتان، حتی یتبین لهم انه الحق، تا واضح و روشن شو به مردم که الله واحد ولا شریک است. جای دیگری الله چیزی با می فرماید و تر الارض حامدتن، تو خودید زمین را که مرده بود، حامدتن، تو خودید بودی که سخت بود، سرش می رفتی. فا اذا انزلنا علیها الماء، چون ما نازل کردیم بر ای آب، به ای زمین سخت، آب را، اهتزد، شور خورد و ربط، پک شد از بیخ، سست از بیخ شد. اهتزد و ربط و انبتت من کل زوج بهیج، بعد از این رویانید از هر نوع گیاه خوشمنظر را. ذالک بی ان الله هو الحق، ای کلش دلیل بری است که الله حق است، یعنی واحد ولا شریک است. به کل نظام قمانده الله داده، با خزان الله قمانده داده، با بهار الله قمانده داره، با زمستان الله قمانده داره، و با تابستان الله قمانده داره. این قمانده را در اختیار کسی دیگری نگذاشته، با کسی دیگری حق تصرف را نداده است. این کلش در اختیار الله است. یک کسی بر ما گفته بود، میگه این مسلمان ها زیاد دیکتاتور هستند. یک نکته است، هر کس که کسی ضعیف شد باز بسیار زیاد میترسند. ولی ما شما کمکی ضعیف شدیم، از این خاطر از بسیار چیزا حراس داریم. یک وقت که مسلمان ها قوی بودن، هیچ ترس نداشتن. یک نفر میگه، میگه خدا نیست، بعد او را کسی لط نمیکرد. پس میگه بیا در ما بین مردم موضوعی در طرح بکن که کل مردم بشنوه و ببینه و گپ میزنیم. مرد استاد میشه میگه الله نیست، من معتقد به خدا نیستم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با او شخصیتش میگه که من باید گپ میزنم در حالی که کل مردم حضور داشته باشد. این به اصطلاح دموکراسی دروغین همیشه دموکراسی باشد. امام رحمت الله علیه در مجلس حاضر میشه، باز میگه بسیار میبخشین، یک کمک ناوقت آمدم. انگامی که از خانیم بیرون شدم، دیدم که فورا یک غورگپ بود، سوز شد، بعد از او فورا کلان شد، فورا خشک شد، باز خودش تخته تخته شد، باز یک تخته که دیگه تخته یک جا شد، یک کشتی جور شد. از او بعد بی کشتی ران در مابین او رفت، اما تایران ماندم برش. این نفر میگه عجیب عجیب است، این خواه هیچ عقل تایید نمیکنه، این خواه حماقت است. چطور ممکن است این کار بدون نجار شد و بدون دیقان شد و بدون کشتی ران شد؟ بعد برش میگه که عجیب نیست،
کشتی را قبول نمیکنی و این نظام دقیق ای بهار و خزان دقیق ای میوه های دقیق ای وجود دقیقت ای بدون خالق باشد بدون یک رهبر و قائد باشد استغفر الله فبهت الذی کفر بعد دوم سخن را هم گفته نتانست بنام توحید و ربوبیت در حقیقت ای اساس است بنام اعتقاد به توحید و ربوبیت یعنی الله روزی دهنده است دیگه کس ما را روزی نمیدهد الله مرض میدهد دیگه کس مرض نمیدهد الله عزت میدهد دیگه کس عزت نمیدهد الله میمیراند دیگه کس نمیتونه بمیرد الله زنده میکنه دیگه کس نمیتونه زنده بکند اما قدرت پیش الله جل جلاله است این توحید ربوبیت میگه ولی قابل یادآوری است که این توحید تب تنهاییش کارگر نیست مهم است جدا مهم است ولی به تنهاییش ما شما را از عذاب الله جل جلاله خلاص کرده نمیتونه خداوند متعال قصه های از مردم دیگر را به ما نقل میکند الله جل جلاله در سوره مبارکه یوسف آیه 106 میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نیاوردن به الله جل جلاله و ما یؤمن اکثرهم بالله انطوری که لازم است به الله ایمان نیاوردن با وصفی که به توحید و ربوبیت ایمان داشتند الا و هم مشرکون مگر اینکه با خدا کس دیگر را یک جا شریک قرار دادند حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر از آیات می فرماید که من ایمانهم از ایمانی از این مردم که خدا میگه که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون و من ایمانهم از ایمان از این مردم یکی ای بود که اذا قیل لهم وقتی که برش گفته می شد من خلق السماوات والارض من خلق السماء والارض و من خلق الجبال ای آسمان کی آفرید ای زمین کی آفرید ای کوها را کی آفرید قالو می گفتن الله الله آفرید و هم مشرکون در حالی که مشرک هم بودن امام مجاهد رحمت الله علیه می فرمد که ایمان هم ایمانش الله خالقنا میگفتن الله خالق ماست الله رازقنا الله رازق ماست و یمیتنا ما را میمیراند فهذا ایمان مع شرک ای ایمان را خلق کرده بودن با شرک در چی؟ فی عبادتهم لغیر الله ای که در عبادت کسی دیگر را با الله جل جلاله قرار داده بودن قرآن کریم در جاهای متعدد عقیده عرب های مشرک را برای ما شما نقل میکند و میفرماید که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 61 میخوانیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله اگر بپرسی مردم را که کی آفرید آسمان و زمین را کی مسخر کرده و رام ساخته است آفتاب و مهتاب را ليقولن لام برای تأکید و قسم والله ليقولن الله میگوتن والله قسم به الله است که الله آفریده این کل اختیار پیش خداست فانا یؤفکون پس در عبادت کجا برگردانیده می شوید پس چرا در عبادت الله را نمی کنید که در پهلوی خدا کسی دیگر را هم با خدا شریک می کنید ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها ليقولن الله و اگر پرسن می کردی از ایشان من نزل من السماء ماء از آسمان کی آب را نازل کرده فأحیا به الارض که با واسطه از این آب زنده کرد زمین را من بعد موتها بعد از مردنش که چیزی نداشت لا یقولن الله باز به صراحت میگن که الله این کار کرده الله این آب را نازل کرده الحمدلله که چونین از کل کار خدا میکند پس عبادت غیر الله را چرا میکنید الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون اکثر سن نمیاندیشن در این فکر نمیکنن وقتی کل کار خدا کرد پس غیر الله چی کار است که من سر تعظیم را به او پایین بکنم سر عبادت را به او پایین بکنم آن میبینیم که مظاهر انحراف در توحید و ربوبیت چیست اما اصلی که این انحراف را بار آورده چیست اول الحاد است یک تعداد مردم اصلا به الله اعتقاد نمی گه هیچ خدا نیست در اروپا 40% الحاد است 40% یک کس را ما گفتم که امی گوشتای چی را مرغا را نخورن که امی ناروا است بازم که خواه کسا ذبحش میکنه اهل کتاب هستن نه اهل کتاب نیست 40% مردم ملحد است میگه هیچ خدا نیست این را کی ثابت کرده که بر تو اهل کتابی گوشت ذبح کرده و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ني زندگي مگر مي زندگي كي ما زنده ميشم ميمريم و ما را هلاك نميكنه مگر گردش زمان. همي زمان ما را هلاك ميكنه. يكي از انحرافات همان الحاد است. دوم انكار بعض خصائص او تعالى و بعض معاني ربوبيت مثل زنده كردن مجدد. وقتی که میگفتیش که استخوان های پوسیده باز زنده میشود، آیا میشه ما مجددا حیات پیدا بکنیم؟ هر کسی که زندگی بعد از مرگ را انکار میکنه در حقیقت توحید و ربوبیت را انکار کرده. سوم، سپردن بعضی از معانی تخصیصی الله جل جلاله به غیر الله. هر گامی را بگم که دیگه کس هم ما را مرض میدهد، در حقیقت با توحید و ربوبیت در تضاد است. ارگا گفتیم که نظام به کسی دیگری هم سپرده شده است کنترلش میکنه، در حقیقت مناقض است با توحید ربوبیت. ارگا ایره گفتیم که دیگه کس هم میتونه ما را بمیراند زنده بکن، در حقیقت مناقض است با توحید ربوبیت. الله جل جلاله توحید ربوبیت را برای ما شما مستحکم بگرداند. لذت در توحید و ربوبیت فایدهش چیست؟ هر کسی که این توحیدش در رأس قرار داشته باشه و قوی باشد، خداوند متعال غیرت بلند برش میدهد. الله اعتماد بر نفس و اعتماد به این نظام برش میدهد. خداوند متعال شجاعت برش میدهد، توکل برش میدهد و انابت به طرف الله برش میدهد. یعنی هرگاه ما به توحید و ربوبیت باور و کامل پیدا کنیم، خود به خود با عزت میشه. زیرا میگم دیگه کس چی کار است که مرا عزت بدهد، ذلت بدهد؟ دیگه کس چی کار است که حیات مرگ مرا دست از او بوده باشد؟ و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ای یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. اگر الله به ما ضرر را بخواهد، هیچ کس دفع کنندهش نیست. اگر الله به ما عزت را خواسته باشد، هیچ کس گرفتنی از عزت از من نیست. همه چیز در اختیار الله است. مرگ ما در اختیار الله است، زندگی ما در اختیار الله است. بنان چرا از کسی بترسم؟ توحید و ربوبیت اما یک زمینه را بر شما مساعد میگه که از غیر الله نمیترسید. توحید و ربوبیت محبت را بیشتر میکنن، زیرا همه چیز را از آن الله میدانی. همه چیز را از آن الله میدانی. وقتی که فکر میکنی آنچه که تو زیاد دوستش داری الله برات داده، بنان سپاس الله را نمیگی، محبت را با الله زیاد میکنن. توحید و ربوبیت غیرت را بیشتر میکنن، زیرا هر کسی که با کسی خوبی بکند، جواب همیست که تو در مقابل باید خوبی بکنی. دوم، توحید که مهم است و همه پیغمبرها به خاطر همی فرستاده شده است. زیرا توحید و ربوبیت مسئله عقلی هم است. عقل تو را میگردند که خدا را به وحدانیت بپذیر. عقلی برد میگوید. خود باب توحید و ربوبیت مسئله است که الله پیغمبرها را برش فرستاده تا که ایمانی محکم شود. او توحید و الوهیت یعنی الله جل جلاله را در عبادت واحد ولا شریک گردانیدن. تنها و تنها عبادت الله را بکنی، زیرا اعطا که از طرف او شد، پس سپاس هم از او باید شود. مالک که او شد، پس مملوک هم سر تعظیم با مالک باید بگذارد. در باب تثبیت توحید و الوهیت ادله قاطعی وجود دارد. گاهی خداوند متعال از آن یاد میکند، یا ایها الناس، در باب نعمت ها. نعمت ها را یک یک بر پیش رویت میگذاره، باز میگه وقتی که نعمت ما دادم عبادت ما را بکو انسان. چقدر زیبا میفرماید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الله اكبر. يا ايها الناس اخلقوا، يا ايها الناس اي مردوم اعبدوا، عبادت بکنید ربکم پروردگارتان را. زیرا توحید ربوبیت کل که قبول میکنه به اساس عقل قبول میکنه. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ان پروردگاری که آفرید شما را. کس دیگر آفرید؟ نه. از هر کس پرسان بکو، از اون دو پرسان بگو تو را کی آفرید؟ میگه الله آفرید. الذی خلقکم، عبادت بکو او خدایتان را که شما را پیدا کرده. و الذین من قبلکم، یکون نفر نشان میگه ما خو مرا خدا پیدا کرده، شاید پدر ما خدا پیدا نکرده باشه. الله میگه نه، و الذین من قبلکم
آنانی که پیش از شما بودن او را هم پیدا کردیم. لعلکم تتقون، از عبادت غیر الله دست بردارید تا که از عذاب الله جل جلو مسئول شوید. الذي جعل لكم الارض فراشا، نعمت را یکی پی دیگر میگذارد. الذي آن ذاتی که معبود بالحق واحد ولا شريك است، جعل لكم الارض فراشا، زمین را برد فرش گردانید. عجیب فرشه، نه پایین میری و نه سخت است که سنگ واری باشه. ارقم که تو جورش میکنی خانه جور کرده میتونی. و انزل من السماء ماء، از آسمان و سماء بناء، آسمان را بر سخت قرار داد. و انزل من السماء ماء، از آسمان آب را نازل کرد. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، میوه‌های گوناگون را به واسطه از آب برد بیرون کشید برای منافعتون. پس اصل قضیه چیست؟ فلا تجعلوا لله اندادا، با الله هم تا را قرار ندی، نکو خدا کنه و فلان نکنه، استغفر الله این کلمه را نکو. فلا تجعلوا لله انداد، با الله ند را قرار ندی، شریک را قرار ندی، سیال را قرار ندی. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، در حالی که تو میدانی که مخلوق مخلوق است این کار نکن. این را ببین در باب نعمت برد یادآور میشه، نعمت از آن الله است، عبادت هم از آن الله. گاه علت هستی و وجودی ثقلین را ایر جهت همین امر به ما معرفی میکند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. نه آفریدیم انس جنس را، نه انسان را پیدا کردیم و نه هم جنیات را، مگر به خاطر عبادت، یعنی تنها و تنها الله را معبود بالحق بداند. ما به خاطر ازی پیدا کردیم انسان ها را، ما از انسان ها نان نمی خواهیم، زیرا نان که می ده الله می ده، توحید ربوبیت می فهم که او رزاق است. گاهی هم در ضمن مقصد ارسال رسول علیهم السلام این اساس را با ما معرفی میکنند، چرا پیغمبر ما بوس می شود؟ به خاطر اثبات توحید و الوهیت که عبادت تنها و تنها از آن الله باشد. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني. ما ما نفرستادم پیش از توی پیغمبر هیچ پیغمبری را، پیش از توی محمد ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه برش وحی کرده شده که نیست معبود بر حق جز الله، پس خاص خاص مرا عبادت بکنید، خاص خاص مرا پرستش بکنید. پیغمبرا به خاطر فرستاده شده. من مسلمانم. اصلاح پروڈکشن افتخار دارد که دروس کورس معارف اسلامی را جهت استفاده شما هموطنان عزیز در سیدی ها و کست تقدیم نماید. این دروس با وسیله ورزیده ترین علمای کشور همچون شیخ القرآن مولوی عبدالسلام عابد. اسلام از پیش ما شما ایرا می خواهد که فهم درست از دین داشته باشید. استاد عبدالقادر نایل. خائن است، دزد است، هرچی است، ولی تو انتخابش کرده. استاد محمد عاطف. هر کسی که در بود سیاسی، بود اجتماعی و اقتصادی خود از دیگر قرض میکنن اسلام را نشناختن. متوجه شده؟ دکتر شیر علی ظریفی. علوم طبیعی چی است؟ سنن و اصول خداوند است که در کائنات جریان دارد. دکتر عبدالله حقیار. عبادت معنیش است که انسان تمام اعمال، تمام حرکات و تمام افکار، تفکراتش با یک طرف توجه میده. دکتر سید خالد راشد. لا اله الا الله کلمه چه کلا تاسی وای دی کلمه پا مقصد و پا معنی با نظام پوی گئی. تا کلمه دا یو انقلابی کلمه ده، دا یو انقلابی و پاسونیز کلمه ده، دا بدلون و اختون روڑی دی کلمه پیل، دی کلمه شروع پا لابانه شویده و سایر استادان محترم تدریس گریده است. اصلاح پروڈکشن گام دیگر در راستای اصلاح فرد، خانواده و جامعه. پرستش بکنید. پیغمبرها به این خاطر فرستاده شده. سوره مبارکه قصص تلاوت بکنید. یک یک پیغمبر را داستانش برات میخونه و در اخیرش همیت میگه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هر پیغمبر میگه و امیت دعوا برای قومش میکن یک عباد خدا را عبادت بکنید، یک خدا را عبادت بکنید، یک الله را عبادت بکنید. گاهی به تحصیل
از ضد آن اهمیت توحید و اولویت را با ما معرفی می کند. الله جل جلاله در سوره مبارکه مائده آیه 72 می فرماید انه من یشرک بالله جز نیست حق که با الله در عبادتش کسی دیگر را شریک بگرداند. فقط حرم الله علیه الجنه، الله جنت را سرش حرام گردانیده و مأواه النار و جایگاه شندوزخ است، با وصفی که توحید ربوبیت را پذیرفته باشد. آیا که چنین است، پس بیاید که این معنای عبادت را دریابید. عبادت یعنی چی؟ عین بی دال. عرب ها میگه طریق و معبد، راهی که پایت بگذاری گردش بلند شود. دیگه جا میگه بعیر معبد، شطوری که از بسی که رام باشد اوسارش را بگرد طرف که ببریشد. عبادت در اصطلاح اسم جامعی است هر آنچه که به اساس محبت با الله جل جلاله از اعمال ظاهری و باطنی صورت گرفته باشد. هر آنچه که به اساس محبت با الله جل جلاله، چی از اعمال ظاهری باشد چی از اعمال باطنی باشد و مطابق به شرع باشد، او را چی میگم؟ عبادت. این کلمه عبادت به معنای خضوع هم و به معنای خشوع هم است. به معنای خضوع به این عبارت است که هرگاه که تو نعمتهای خداوند متعال بر خود یاداوری بکنی، رزق او برات داده، صحت او برات داده، عقل او برات داده، اسلام او برات داده، زمین او برات داده، نعمتها او برات داده، در مقابل یک نعمتها تو چی کردی با الله؟ خود با خود مشکلی. یعنی تو فکر بکنین در یک جای روان بوده باشی با خطرات مواجه شوی، 100% فکر بکنی که خلاص هستم، بعد یک کسی بیا شما را بگیرد، در خانیت ببرد، نعمت ها برد بدهد، شب تیر بکنی، صبح هم به بسیار عزت را به منطقیت برساند، یک سال بعد اون نفر را ببینی در حالی که هیچ ضرورت برای تو ندارد، هیچ ضرورت، تو ضرورت داشتی خب او بر تو ضرورت ندارد، در مقابل ایک چیز هم نداشته باشی که تکافو نعمتش بکنی، مشکل یا نمشکل؟ حالا بسیار تشکر صاحب، خود با خود یک سال گذاشته را یادت میاد. هرگاه که ما نعمت های خدا را سر خود حساب بکنیم خود به خود مشکنیم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های خدا رو شمار بکنید شمار کردیش نمیتونی. اما قضیاد است آنچه که تو داری الله برات داده، در مقابلش چی کردی با الله؟ جواب بسیار ضعیف است. ببینید یک نفر امروی ما خوبی میکنه ولی بسیار خوبی هم رایم کرده، شمار میشد 1, 2, 3, 4, 5 قسم با خداست از ده بالا نمیرود، هر قدر خوبی کرد ما یک نفر بکنه در مقابلش دوستی تا آخر نگاه میکنه. والدین خدای بسیار زیاد دوست داریم، از حریمش از شخصیتش دفاع میکنیم، هیچ کس حق نمیتونه که با والدین ما تعرض بکنه، زیرا خوبی هم برای ما کرده. خوبی که الله به ما کرده بیم به مراتب بیشتر نسبت به والدین ماست. وقتی که با مادر و پدرت خوبی میکنیم با الله چرا خوبی نمیکنیم؟ وقتی کس تعرض به والدینت بکنه زور برات میته، وقتی که به خدا کس تعرض میکنه زور با چرا نمیته؟ ایجا معلوم میشه که ما چقدر ضعیف هستیم، چقدر ضعیف هستیم. ببین در مقابل نعمت های الله جل و جلاله شکستاندن و شکستگی، عاجزی، فروتنی، ای را خضوع میگیم. ارگا قهر الله جل و جلاله، تسلط الله جل و جلاله، این نبات شرب بکل شدید، گرفتی الله بسیار سخت است، اقوام متعددی را هلاک کرده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. الى اكبر معاني بكم بعد نفهم كي الله تو بسيار قدير است، يا الله تو كل قدرت بيش توست، تو هستی که ملتها را از بین میبری، تو هستی که فرعون را غرق کردی، تو هستی که قارون را غرق کردی، تو هستی که نمرود شداد را از بین بردی، تو هستی قوتهای بزرگ را واژگون میسازی. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. همه چیز در اختیار الله است. اینا که میبینی باز انسان میترسد. این ترس را چی میگیم؟ خشوع میگیم. این اردو هر عبادتی، هر فروتنی که به اساس خضوع و به اساس خشوع باشد او را چی میگیم؟ عبادت میگیم. این عبادت اسم جامعیش برای تمام افعال مادی و معنوی ما
که به خاطر رضای خداوند متعال صورت بگیرد. و این عبادت عام است. با تأسف که مردم ما درک نکردند. غالبا نمیدانند. عبادت را فقط نماز فکر میکنه، روزه فکر میکنه، زکات و حج فکر میکنه و جهاد فکر میکنه. در حالی که تبسمک علی وجه اخیک صدقه، یک خندید بر روی یک مسلمان صدقه است، خیرات است و این عبادت است. امر بالمعروف نهی از منکر این عبادت است. یک انسانی که راه را گم کرده راهنماییش میکنه عبادت است. و حتی ای که یک لقمانانی که در دهن خانمت میگذاری عبادت است. پس چقدر وسیع شد. ما میتونیم بسیار خوب خدا به خدا نزدیک بکنیم، بسیار آسان خدا به خدا نزدیک بکنیم، در وقتی که دو چیز را داشته باشیم. یعنی عبادت ما وقتی قبول میشود، وقتی قبول که دو شرط داشته باشد، یکی به خاطر خدا باشد تا توحید الوهیت تجسم پیدا بکند، توحید الوهیت واقعا جایگاه پیدا بکند، اخلاص در حقیقت نمایندگی ما را در باب توحید و الوهیت میکند. تنها و تنها خدا را در عبادت او را راضی بگردانی، کس دیگر راضی نکند. اخلاص. دومش موافقت با شریعت الله جل جلاله. یعنی هرگاه ما ای خواستیم که به یک عمل خود را به الله نزدیک بکنیم، پس اول اساس اخلاص است. کسی که اخلاص نداشت الله به عبادت ضرورت ندارد. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مأمور نشدن این مردم مگر ای که تنها و تنها خداوند متعال را عبادت بکنند، کسی دیگر را با الله جل جلاله شریک نگردانند. چه رقم؟ شرک اکبر چیزی که در پهلوی خدا کسی دیگر را قرار بدیم. شرک اصغر را علما میگن ریاست، ریا. علی از خود بپرسیم که وقتی که در عمل اخلاص نباشد الله او را قبول میکند؟ قطعا قبولش نمیکند. ارگو عمل مخالف شریعت باشد الله او را قبول میکند؟ قطعا قبولش نمیکند. ما شما این میان نماز دیگر میخوانیم انشاءالله، نماز دیگر را 4 رکعت میخوانیم. ارگو این نماز دیگر را 8 رکعت نیت بکنیم دو چند به خاطر ماه مبارک رمضان، نماز دیگر ما میشود؟ چرا نمیشود؟ با وصفی که الحمدلله میخوانیم، با وصفی که رکوع میکنیم، سجده میکنیم، رو به قبله ایستاده هستیم، مخالف شریعت عمل میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر اول العزم الله جل جلاله و پیغمبر ماست، ما معتقد هستیم به او. در آذان میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و در اخیر که آذان که میرسه میگیم لا اله الا الله، آذان قطع میکنه. یک نفر بگه محمد رسول الله آذانش صحیح است؟ چرا آذانش صحیح نیست؟ به خاطر که برخلاف روند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. پس در کل موضوعات نمتو بیامت پیش بیه، هر آنچه که ما میکنیم در صورتی که مخالف شرع بوده باشد، هر قدر زیور برش بیتی، هر قدر ملمه برش بیتی، هر قدر کارتهای مقبول برش نوشته کنیم، کارت مقبول فلانه صاحب در هتل ختم گرفته شما بیاین در اونجا، فلانه قاری صاحب برش دعا بکنه، مولوی صاحب برش دست بلند بکنه، والله که یک برنجش خدا قبول نمیکنه. زیرا خدا برش گفته که اونجا به یتیم بده، انما الصدقات للفقراء والمساكين. صدقات خو از اون مردم است. جنرال صاحب تو چی میکنی؟ رئیس صاحب تو چی میکنی؟ تجار صاحب تو چی میکنی؟ تو در اوجا در اوجا چی میکنی؟ وقتی که بعد میگن که به بیوه یک برنج همه تو خشک برش ببر، ارزانم برات تمام میشود، آسانم برات تمام میشود، خدام زود قبولش میکنه، یک بوجی برنج افا نمیدی، اینجا باز 20 سیر برنج باز بار میکنی؟ طبیعی که تو با الله مخلص نیستی، طبیعی که تو به خاطر خدا این کار را نمیکنی، تو میخوای در پهلوی خدا کسی دیگری را هم راضی بکنی. اینی میره میگه شر، اینی عمل خدا قبول نمیگه. ادنایش که قبول بکنی ریاست و ریام شرک است، شرک خفی ریاست. اگر خدا نخواسته عقیدت خراب و گردورد بود خدا شرک اکبر باز میره. پس وقتی که از خود پرسان بگن چرا سر خود ظلم میکنه، چرا یه عبادت را میکنی، میگه خدا راضی شود. پس خدا خود تو راضی میشود که پول نقد بده، برنج خشکش بده، روغنش بده، بوریش بده، شامکی هیچ کس نباش دروازش در قلبا و پشت سرش بانش، برو پشت کارت این کارا بکن، این کارا کس نمیکنه.
توحيد الوهيات اساس است. نقطه دیگری که در عبادت ضروری است وسعت در عبادت است. هر آنچه که ما میکنیم عبادت است در صورتی که نیت داشته باشیم. هر آنچه که ما میکنیم بنان نیتتان اصلاح بکنید. این امیال رمضان است، بیرون که میرفتید سر کراچی دیدی که مردم سیبار هم میفروشد، استاد شو سرش بگو که خدایا از امی نفر میخرم تا که یک لقمه نان حلال با خانش ببرد، یک ثوابت. بعد از باز که او را گرفتی گفت که خدایا ای را به خانم میبرم که اولادکایم خوش شود، خانمم خوش شود، مادرم خوش شود و خوشی را در دل از اونها بیاندازم. و تو خودت میگی یا الله هر کسی که در دل یک مؤمن خوشی را مندازه، خداوند متعال در دل از او خوشی را مندازه، لذت عبادت را الله برش نصیب میکنه. یک تن نصیبی که تو میخری عبادت است، مفت عبادت. ارگو تو در خانه داخل شدی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکات، عبادت است. الله ده گناه برد میبخشد، ده ثواب برد میدهد، پس چرا کلش عبادت است؟ وقتی که ما این اساس را پیش ببریم انشاءالله که لحظه لحظه زندگی ما شما به عبادت تبدیل می شود. هر قدم ما شما عبادت می شود. باز عبادت تنها سبحان الله نیست و تنها قرآن کریم خواندنش نیست، بلکه ایتو چیزی نداره مگر او که عبادت است. ادناترین چیزش خواب فکر بکن، خواب بکن به خاطر ازی که صبح نماز با نشاط بخیزی، عبادت است. امو چیزی که عبادت نیست نشانم بده، کل زندگی ما تو عبادت است در صورتی که ما مخلص به الله باشیم و مطابق به شریعت اسلام بچلیم. پس وقتی که چونین است ما ای را دریافتیم که توحید الوهیت اساس و مرجع نزدیک شدن یک بنده به سوی الله جل جلاله است. هیچ کس با خدا نزدیک نمی شود تا که توحید الوهیت را نپذیرد، شرک را بردارد و مخلص با الله جل جلاله باشد. سوم نوع توحید، توحید اسما و صفات است، یعنی اثبات آنچه که خداوند متعال بر خود ثابت کرده و نفی آنچه که خداوند از خود نفی کرده، اثبات آنچه که پیغمبر علیه السلام به الله نسبت داده و نفی آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله نفی کرده. این را میگم توحید به اسما و صفات. یعنی معنا چی؟ عقیده ما بریست که الله در اسما و صفاتش واحد ولا شریک است، یعنی نه در صفت خدا مخلوق شریک است و نه در نامای خداوند متعال مخلوق شریک است. ما نه تعطیل میکنیم، نه تشبیه میکنیم، نه تمثیل میکنیم. دقیق شاییم به این سخنم. نه تمثیل میکنیم، نه میگیم که عازن الله، دست خداوند متعال مانند دست ما. این کفر است. لیس که مثل شی و هو السمیع العلیم. مانند خدا ای چیزی نیست. تعطیل هم نمیکنیم. ید الله علی الجماعه. یعنی نمیگم که دست خدا یعنی قدرت خداوند متعال، بلکه من لله ید کما یلیق بجلال وجه. مر الله را ید است طوری که با او زبند است. ما چی میکنیم که او را تعطیل بکنم یا تشبیه بکنم؟ الله جل کدام نام را که الله به خود گذاشته او را مقر است، او را قبول میکنیم. بنو از جان خود به الله نام نمیمانیم ولو که خوش ما بیاید. نمیگم که یا الله چقدر خوب انجینر است، با وصف که اینجوری در ذهن ما تو بسیار خوب است، یا الله چقدر طبیب خوبی هستی، چقدر دکتر خوبی هستی، یا الله تو دوست داره مثل شیرینی واره. استغفر الله، این کلمه را استعمال نمی کنیم. ادبا الله بسیار بزرگ است. یکی از معانی الله این بود که آنقدر عظیم است که مخلوق درک کرده نمیتونه عظمت از او را. پس تو چطور جرأت میکنی که به الله نام میمونی؟ این جرأت را نکن. پس توحید اسما و صفات امید که تنزیه الله جل جلاله از آنچه که شبیه مخلوق باشد، ایمان به آنچه که الله جل جلاله سر خود گذاشته و از خود تعبیر کرده. سوم قطع تم از درک حقیقت الله جل جلاله. ای تم قطع بکن. اینه میگم توحید اسما و صفات. اگر درس خود را جمع بکنیم نتیجه ای میشود که یک مؤمن را سزاوار ای است که در باب توحید ربوبیت همیشه فکر بکند تا که محبتش بیشتر با الله شود، زمینه را به توحید الوهیت که همان اختصاص عبادت به الله است ای را برش بار میارد. در توحید ربوبیت بسیار بیاندیش، زمینه را مساعد میکنی از بس محبتت با الله که مخلص میشی با الله جل جلاله.
توحيد اسماء وصفات زمينه را برات مساعد میک به حدود شریعت را قبول بکنی شریعت بار خطر در نگذاری قدمت مطابق به حکم خدا بگذاری قدمت مطابق به حکم رسول الله بگذاری هرگاه این کار کردیم ان شاء الله عزت داره از ما و شما میشود بعد از یک انسان مؤمن میشیم بعد از انسان با وقار میشیم انسان با عزت میشیم انسانی میشیم که خداوند متعال خلیعت خلافت را بر تن داده است باز اون نمایندگی کردن میتون باز کسی میشه که الله جل جلاله سرت مباهات میکنه مباهات سرت میکنه افتخار سرت میکنه میگه اینی مخلوق ماست که تنها خدا را عبادت میکنه تنها خدا را ستایش میکنه و تنها از الله جل جلاله میخواهد زیرا مالک الله است مملوکش هستیم آنچه که الله بگوید او نافذ میشه نه آنچه که غرب بگوید یا ما بگویم یا تو بگوید کسی که امی اجازه را به مخلوق داد در حقیقت با الله شرک آورده است زیرا شریعت را بلند میکند پارلمان فیصله میکنه که ما حدود را جاری نمیکنیم با مجرد که گفتی که حدود ظالمان است کافر است با مجرد که قوانین وضعی بگه والا مشکلات وجود دارد نظام سودی و ربوی خیر بوده باشد باشد زیرا کل اگه سود میخورد با همه کلمه که گفتی صحیح شد اگر رئیس جمهور گفت صحیح شد رئیس جمهور کافر میشود اگر وزیرات تاییدش کرد او کافر میشود اگر ملت تاییدش کرد کافر میشود این واقعیت است بنا نمیتونی که بخاطر ضرورت هم نظام ربوی را قبول ما نمیتونیم که بگیم والا مجبوریت هست چی کنیم دیگه با خاطر از اینکه مجبوریت هست این فیلم های مبتذل این تلویزیون های مبتذل و این رقاص های مبتذل که خدا کاندیدام کردن اینا خیر بوده باشن دیگه چی فرقی میکنن ما این را قبول نمیکنیم اسلام میگه اجازه برات نیست حدود داری این را تطبیق بکن امر و نهی داری این تو خطوط قرمزی وجود داره از او پاره او تره نگی که بدبخت میشی ارگو این کار کردی در حقیقت توحید را شکستاندی در حقیقت نقص کردی دین را در حقیقت اعتراض کردی بر دین در حقیقت اعتراض به الله کردی و این اعتراض به الله کفر است اعتراض به الله جل جلاله به نظامش کفر است خداوند متعال ما و شما را از هم چه عقیده نگاه بکند و خداوند متعال توفیق به ما و شما عنایت بکند که بتانیم به حیث مؤمن زندگی بکنیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم وحد صفوف المجاهدين اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين اللهم شتت شمل أعداء الدين اللهم ذلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم ربنا أوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله
اصلاح پروڈکشن گام دیگر از خانواده اصلاح در راستای اصلاح برای نشر و پخش دعوت اسلامی در دنیای معاصر با تکنولوژی معاصر. محصولات ما سخنرانی های علمای مشهور چون شیخ القرآن و الحدیث مولوی محمد نعیم جلیلی، شیخ القرآن و الحدیث مولوی عبدالصبور، شیخ القرآن و الحدیث مولوی عبدالسلام عابد، شیخ القرآن و الحدیث مولوی محمد مزمل اسلامی، مولوی محمد عاطف، شیخ یوسف قرداوی، شیخ احمد دیدار و سایر علمای جهان و کشور. تولید و پخش ترانه های زیبا به زبان های مختلف، دروس مسلسل عقیدتی و فقهی و ده ها برنامه دیگر دینی و علمی. تولیدات اصلاح پرودکشن را به شکل سی دی، دی وی دی و کست می توان یافت. اصلاح پرودکشن گام دیگر در راستای اصلاح فرد، خانواده و جامعه.